گلوله هایی که در 22 نوامبر 1963 در شهر دالاس در ایالت تگزاس آمریکا به سوی جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا شلیک شدند، هنوز به صورت یک معمای ناگشوده در تاریخ سیاسی و اجتماعی آمریکا باقی مانده است. آن روز یک جمعه آفتابی بود. دیلی پلازا شاهد انبوه مردمی بود که در دو طرف خیابان جمع شده بودند تا از کاروان خودروهای روباز رئیس جمهور که از میانشان می‌گذشت استقبال کنند. این کاروان توسط گروهی موتورسوار و محافظین پیاده اسکورت می‌شد. جان اف کندی، رئیس جمهور ایالات متحده و همسرش ژاکلین در یک لیموزین روباز برای مردم دست تکان می‌دادند. ساعت 12:30 بعد از ظهر ناگهان همه چیز ساکت و متوقف شد جز تیک تاک ساعت‌ها. شلیک 3 گلوله به سر رئیس جمهور او را به قتل رساند. علاوه بر مردم حاضر در صحنه، میلیون ها تن دیگر در جهان شاهد ترور کندی بودند. تقریبا 2 ساعت بعد لیندون بی جانسون معاون رئیس جمهور در ساعت 14:38 به ریاست جمهوری آمریکا منصوب شد. لی هاروی اوسوالد که یک جوان 24 ساله بود به عنوان قاتل رئیس جمهور معرفی شد. او همان روز توسط پلیس دستگیر شد و قرار بود که 2 روز بعد مورد بازجویی قرار گیرد. اما یک بار دیگر ایالات متحده و جهان شوکه شدند. این بار هم برای لحظه ای همه چیز از حرکت ایستاد جز تیک تاک ساعت ها. اوسوالد در اداره پلیس در مقابل چشمان ماموران و میلیون ها بیننده تلویزیون توسط فردی به نام جک روبی با شلیک چند گلوله به قتل رسید. جک روبی نیز در سال 1964 در شرایط مشکوکی در زندان درگذشت و باز هم بر پیچیدگی موضوع افزود. بدین وسیله قتل جان اف کندی برای همیشه در حاله ای از ابهام ماند و تبدیل به معمایی ناگشوده شد. برای گشودن این معما کتاب‌ها و فیلم‌های بسیاری ساخته شدند. همچنین نظریه‌های زیادی نوشته شد. این نظریه ها هر کدام سرویس های جاسوسی متفاوت جهان یا سیاستمداران مختلف را متهم می کنند، اما هیچ کدام تا امروز اثبات نشده است. آنچه مسلم شده این است که این ترور کار یک یا چند فرد نبوده است. نشانه های حاکی از برنامه ریزی دقیق، هماهنگی های پیچیده و وقایعی که معلوم نیست به هم مربوط باشند اما تأثیرشان در این قتل واضح است، کمکی به باز شدن این معما نکردند، چرا که سرنخ یا سرنخ‌ها محو شده بودند. پس از مرگ جان اف کندی در سال 1963 مدال ریاست جمهوری آزادی به او تعلق گرفت و چهره‌اش هنوز بر سکه نیم دلاری حک شده است. کندی به زودی به سمبل آزادی‌خواهی برای مردم آمریکا تبدیل شد. به افتخارش در 24 دسامبر 1963 فرودگاه بین المللی نیویورک به فرودگاه بین المللی جان اف کندی تغییر نام یافت. همچنین ناو جنگی پنتاگون که در 30 آوریل 1964 شروع به کار کرد به یاد او ناو USS جان اف کندی نام گرفت. 2 سال بعد از قتل کندی دانشگاه نوبنیادی در پلزنت هیل کالیفرنیا نام جان اف کندی را بر خود گذاشت. مردم ایالات متحده که 100 سال قبل از شلیک گلوله به سر ابراهام لینکلن، رئیس جمهوری که در 1860 به کاخ سفید راه یافته بود شوکه شده بودند، یک بار دیگر از شلیک گلوله بر سر رئیس جمهوری که در 1960 به کاخ سفید راه یافته بود شوکه شدند.